چیز و برگردونن فایل ها با روش های ساده خیلی سختره. ولی وظیفه هر شخصی این هست که از اطلاعات مهمی که داره حتما باید یک بکاپ بگیره. شما هیچ وقت نمیتونید بیاید اعتماد کنید و بگید یک SSD درایو هم همیشه میمونه. ما مطمئن هستیم و میدونیم که هر دو نوع هارد درایو ها یا به طور کلی هر میدیایی که شما روی اون متریال مهمتون رو سیف میکنید، اگر از اون متریالی که برای شما خیلی خیلی مهم هست بکاپ شماره دوی نداشته باشین، بنابراین اون متریال هیچ اهمیتی و ارزشی برای شما نداره. چون اگر کسی که متریالش براش اهمیت داره، اگر عکسای عروسیش، عکسای وقتی که کودکان فارغ تحصیل شدن، وقتی که کودکان به دنیا اومدن و غیره و غیره، اگر مهم باشه حداقل باید دو بکاپ در دو جای مختلف، به اینا میگیم identity call backup، یعنی دو تا بکاپی که دقیقا شبیه هم هستن رو باید داشته باشید، یکی در خانه، یکی در اداره و یکی هم در ابرها، در in the cloud. و مثل این میمونه که یه ماشین قدیمی رو بخواید نگه دارین بگین که چون من موتورش رو خودم میتونم تعمیر کنم. دقیقا، یعنی کار صحیح این نیست. این نوع برداشت و اتیتید و طرز فکر این اشتباس نسبت به این سیستم. بله. 23-98 درود بر شما، بفهمید. خب ایشون قطع کردن. 98-48-43 درود بر شما، بفرمایید لطفا. الو، بفرمایید. خواهش می‌کنم با فرانک عزیز بر روی خط هستید. آقای نوید من میتونم چند لحظه کوچیک؟ نخیر. خواهش می‌کنم، سپاسگزارم از شما. 23-98-98-43 در کنار شما مهربانان هستیم و شمایی که سوالاتی رو از فرانک دارید میتونید بر روی خط زنگ بزنید و با ایشون بر روی خط، یعنی در واقع اس ام اس یا از طریق مستقیم بر روی خط باشید. خب بله، تا اینکه شنده روی خط بیاد نگاهی داریم به واقعی که در آسمان به زودی رخ خواهد داد، که به شرطی که آقا زادی ابری نباشه هوا، که شنندهی رو میگیریم و پس بله. از اون نگاهی داریم به واقعی حیرت انگیزی در آسمان. بله. جانم بله. دوست عزیز بفهمید، با فرانک عزیز بر روی خط هستید. درود بر شما آقای نوید. بفهمید آقای نوید، من اون دفعه هم گفتم یه موبایل دارم، من این دست به شرمش که میزنم حساس شده، این روشن میشه چراغش. یک، آها، خب من اونو واسهتون بگم، اون حساس نشده، این آخرین آپدیتی که روی تلفن‌های آیفون گذاشتن، شما اگر این تلفنو وقتی که مثلا رومیز برعکس گذاشتید برگردونید، خودش شرمش روشن میشه، چیز میشه، یا متوجه، یعنی این یه فانکشن جدیدی گذاشتن که شما دیگه احتیاج نباشه هی هم بزنین روش. خب بس، سوال دومتون چی بود؟ اون سوال دومی که بعضی موقع مثلا من شماره هر کی میگیرم مثلا صبح فریز میشه، اصلا نمیگه، هی باید با این کلیک بر چیز بشم تا بس بکنه. حالا ما یه دو هفته پیش که صحبت کردیم شما قرار بود برین اپل در تبی. آره رفتم. خب چی گفتن؟ رفتم گفتش به سپورت شماره زاد، گفت به سپورت زنگ بزن. به سپورت هم زنگ زدم، به سری کارهای گفت انجام دادم، ولی خب اونم دوباره نشد، انجام نمیشه. و بدبختی هم اینه وقتی میرم اپل اپل مشکل نداره، خوب میشه. نمیدونم از دکتر میترسه تو میشه؟ نمیشه که هر دفعه بریم بعد یه جایی بالاخره. نه، اپل یه سیستمی داره که موبایل رو به اون کانکت میکنن، بعد تمام وقایعی که در موبایل انجام میشه رو به صورت گراف و به صورت تصویر و با آمار و با ارقام در سیستمشون میبینن، تمام اطلاعات رو هم مقایسه میکنه همون سیستمشون با اون اطلاعاتی که باید باشه، و به محض اینکه اشکالی در جایی باشه اون سیستم خب این رو ببینم الان مثلا شما تلفن رو بر میدارید که به من زنگ بزنید مثلا، خب بعد اون دکمه سبزه تلفن رو میزنید. بله. خب بعد چی میشه اون وقت؟ بعد دکمه سبز که میدن بعد شماره بیاد دیگه، که شماره شما یا کسی دیگر میخوام بگیرم. آره، من اون کله هر رو که بزنین یا مثلا اون رو اس کلیک میکنم که باز کنه، اونو چیز میکنه، اون فریز میکنه، یعنی تکون نمیخوره. هی باید خاموش روشن کنم تا چی رو خاموش روشن کنید؟ همین کلید دیگه رو صفحه هستش، هی میبندم بازش میکنم دو مرتبه. یعنی شما مثلا میزنید رو اسم نوید که شمارش رو ببینید دیگه شمارش نمیاد، همینجور میمونه، فریز نمیکنه، همینطور میمونه. آره، اسمتون هست منتها شمارتون باز نمیکنه، شماره میاد. آیا شما روی این دیسپلی یک دونه از این چیزهای پلاستیک دارید که حفاظت میکنه دیسپلی رو؟ نه، از این خرم خیدا روش نذاشتین؟ چرا خرم خیدا روش گذاشتم؟ چرا میگی نه؟ خب به نظر من ممکنه که شما باید
این تست رو اولا ریسیت کردید شما موبایل رو، بکاپ باید بگیرید موبایل، چون اولین کاری که کمپانی اپل به شما میگه باید توضیح میگه این است که باید برید خونه مطمئن باشید که بکاپی هست، موبایل رو ریسیت کنید، به روز اول فابریک برگردونید و اگر درست نشد با ما بیاید. بعد اگرم این کار رو نکنید، این رو هم اونا اونجا میبینن، وقتی که موبایل رو وصل میکنن به سیستمشون میبینن که این موبایل آخرین بار کی به ریسیت شده و به حالت عادی برگشته. نظر من این است که یک بکاپ کامل از طریق اپل آیدی تون با این از این موبایل میگیرید، اون پلاستیک روش رو ور میدارید، موبایل رو از سوی جلدی که داره در میارید و این تست ها رو انجام میدید و اگر این درست نشد اون موقع باید حتما برید به اپل مراجعه کنید. ببینم شما با ساپورت که صحبت کردین، ساپورت بهتون نگفتش که بعد یه ریسیت بکنید؟ همین کاری که شما گفتین، همین کارا رو گفتن آقای فرانک، همین کارا رو ساپورت گفت من انجام دادم. خب دیگه پس اگه انجام دادین درست کار، حتی بکاپ هم اون روز شما گفتین من همون بکاپ با هم گرفتین. بله پس شما یه بار دیگه به چیز به اپل رجوع بکنید و اون پلاستیک رو هم از روش در بیارید، بدون اون تست کنید تلفن رو و اصلا تلفن رو از توی اون چیزش جدار بیرونش در بیارید و از اون طریق تست کنید. یه بار تست کنید، اگه نبود حتما دوباره چیز بکنید. اون وقت یه چیز دیگه، این الان آمده آپدیت بکنم، من میترسم آپدیت کنم دوباره گیر بکنم جایی. نه هیچ جایی تازه پس آپدیت نکردید هنوز موبایلو؟ چرا آپدیت یه بار کردم که این اتفاق افتاده. نه شما آپدیت کنید قربان، آپدیت کنید. چی میشه الان باید شماره بزنم بدین؟ نه الان آپدیت کن. مطمئن باشید که به یک وای فای وصل هستید، باتری شارژ هست یا به برق وصلش کنید و حتما آپدیت رو انجام بدید و مطمئن باشید که بکاپ دارید. نه بکاپو دارن، بکاپو دارن. قربان این آپدیت هم انجام بدیم ببینین درست میشه یا نه. ولی اون خواهش ما قربان شما، خدا نگهدارتون. خب بریم آسمان ها، چی فرمودین آقای فرانک؟ بله و اون یک واقعه حیرت انگیز هست در آسمان و فاصله بین کره ماه و کره زمین رو داریم. آخرین باری که کره ماه در نزدیکترین فاصلهش به کره زمین بود در مارچ سال 1948 رخ داد و این واقعه که اینکه ماه اینقدر بیاد نزدیک، پس از شبی که به زودی اعلام خواهیم کرد، دفعه دیگه در سال 2034 رخ خواهد داد. بنابراین فرصتی است کوتاه که در شب 17 نوامبر، یعنی همین چند شب دیگه، در چیز وقتی که ما این برنامه رو به پاز گذاشتیم، در شب اگر توانی باشه و اگر آسمان ابری نباشه، اگر شب به بیرون برید نگاهی خواهید کرد به ماهی که در پوزیشنی به نام پریج قرار میگیره. پوزیشن پریج نزدیکترین فاصله کره ماه در با کره زمین است در مداری بیضی شکل که هست 363,396 کیلومتر از کره زمین و در یک پریودهایی هم کره ماه دورترین فاصلهش با کره زمین است و اون از 405,504 کیلومتر. بنابراین شب 17 نوامبر چند هزار کیلومتر میشه؟ 363,396 متر. نزدیک 100 هزار کیلومتر نزدیکتر میشه. بله و باور نکردنی است. تلسکوپ ها آماده، تصاویر آماده، همه میرن بیرون چون دیگه رخ نخواهد داد تا سال 2034. خیلی خوب، تو موقع هم زنده ایم. بریم سراغ 2398 بفرمایید لطفاً. عصرتون بخیر جناب. خواهش می‌کنم، درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما و همینطور جناب آقای فرانک، و تشکر از برنامه بسیار خوبتون. قربان شما. جان فرانک عزیز، من یه لپتاپ توشیبا دارم با ویندوز 7 که حدوداً یک سال و نیم پیش اینو من خریدم که فقط هم گرفتم برای دیدن فیلم. البته دانلود نمی‌کنم، فقط سایتایی هستش که مستقیم وارد می‌شم و فیلم‌ها رو می‌بینم. بله. اوایل بسیار خوب بود، اما حدوداً فکر می‌کنم یکی دو ماهی هستش وقتی میخوام فیلمی رو ببینم که مدت فیلم هست، فرض بفرمایید یک ساعت و مثلا 40 دقیقه، این نشون نمیده. اولش صفحه سبز میشه و حدود 6-7 دقیقه از من باید بیارمش جلوی خودش به سرعت میاد جلو و 6-7 دقیقه 10 دقیقه بعد از این شروع میکنه به صورت عادی نشون دادن. چیکار باید بکنم که این مشکل رفع بشه؟
شما اولا باید ببینیم که با چه وب براوزری میرید این سایت ها رو نگاه میکنید. آیا شما با وب براوزر اینترنت اکسپلورر کار میکنید، با فایرفاکس یا با کروم؟ با کروم. با کروم. پس این مشکل در کروم هست. آها اوکی. نه دارم از شما سوال میکنم، میگم یعنی با کروم هست که میرید و این مسئله رو دارید. بله بله دقیقا. بله. اولین کاری که باید کنید، اولا باید مطمئن باشید که کامپیوتر رو up to date نگه دارید. احتمالا شما از افرادی هستید که در طول این مدت یک سال چندین بار مایکروسافت مجبورتون خواسته کنه که ویندوز 10 رو اینستال کنید، ولی شما گفتید نه نه نه، درسته؟ اصلا نیومده برای من جان فرانک. یعنی دست... از همینه، اصلا نیومده برام و من مرتب آپدیت میکنم این لپتاپو. بله. شما کاری که باید کنید این است که در گوشه بالای سمت راست گوگلتون اگر آپدیت باشه 4 تا نقطه کوچک رو میبینید در گوشه بالای سمت 4. در قسمت وقتی که میرید در قسمت هلپ یکی مونده با آخر و قسمت about گوگل کروم یا ام گوگل کروم رو که بزنید، این سیستم شروع به لود کردن و تست up to date بودن وب براوزر کروم رو انجام میده. بله. و این تست رو حتما باید انجام بدید و مطمئن باشید که وب براوزر کرومتون آپدیت است و در حال حاضر latest update ورشن شماره 54.0.28.40.71 هست که شما باید مطمئن باشید که حتما کرومتون up to date است و بعد همین کار رو باید با وب براوزرهای دیگه مثل اینترنت اکسپلورر یا فایرفاکس تست کنید. پس از اونم که باید حتما مطمئن باشید که تست کردید از سایتی مثل speedtest.net برای حساب کردن و میجر کردن سرعت ترافیک به اینترنت و سیستمی که در همون سایت به شما نشون میده که مقدار زمان فرستادن ریکوست شما، یعنی زمانی که شما روی دکمه پلی رو میزنید که یک فیلم رو ببینید تا زمانی که این سیگنال فرستاده میشه و این ریکوست برمیگرده و فیلم شروع به چیز میشه پخش شدن، چه مقداری است که این عدد باید باشه معمولا بین 1 تا 5. اگر از بیشتر از 1 تا 5 باشه اون موقع این اشکال هست که در دانلود کردن و لود کردن دیتا سیستم شما، حالا یا کامپیوتر یا راوتر یا وای فایتون دچار اشکال هست، احتیاجی به یک کنترل کامل از سیستم وای فای هم هست در این زمینه. بله بله ممنونم، ولی ما همزمان در منزل از راوتر 2 تا خروجی داریم به قول معروف که اون یکی کامپیوتر هیچ مشکلی نداره، از خیلی کامله، اون مال پسرم هستش خیلی کامله و بازی های کامپیوتری هم انجام میده که خیلی مثل که سرعت بالایی میخواد. بله. اصلا مشکلی نداره از این بابت. بله. و سرعت خیلی بالایی هم داره. فقط همونجور که عرض کردم خدمتون اینه که حتما به توصیه شما عمل میکنم، حتما این کار انجام میدید، با وب براوزرهای دیگه تست کنید. بعد میتونید برای مثال شما بعد میتونید بعد از اینکه این تست ها رو انجام دادید تمام وب براوزرها رو مثل گوگل کروم و بقیه رو آنستال کنید، دوباره بذارید. چندین نوع تست مختلف رو باید انجام بدید تا مطمئن بشید میگن کار کنید. الان از آپدیت آخری که برای مک اومد، این میخوام یه مثال براتون بزنم، ما آخرین آپدیت الان روی مک هست و داره هم چیز میکنم، درست از موقعی که ما آخرین آپدیت رو انجام دادیم، شما اگر من با همون سفاری خودش برم به سایت رادیو فردا و بخوام مثلا رادیو گوش کنم دیگه کار نمیکنه، همینجوری فقط میچرخ. به معنی که با کروم میرم تو همون سایت همونجوری نگاه میکنم کار میکنه. این که شما سعی کنیم تو که فرانک بگه با براوزرهای مختلف تستی بکنیم ببینید که بعد مشکل رو دونه دونه بعد اینجوری گشت پیداش کردیم. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم، موفق باشین، پیروز باشین، رو خدا شما. خدا نگهدار. خب 90843 بفهمید خواهش میکنم، بر روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. سپاسگزار از شما، بفهمید. سوال من یه لپتاپ قدیمی دارم اما متاسفانه ووردش کار نمیکنه، نمیدونم چرا. چیش کار نمیکنه؟ مایکروسافت ورد کار نمیکنه، درسته؟ بله. بنابراین شما خیلی وقتا دوستان آشنایان برای شما داکیومنت هایی میفرستن که با ورد فرستاده شده یا با اکسل یا با پاورپوینت و شما اینها رو نمیتونید باز کنید، درسته؟ دقیقاً. آیا شما دانشجویی هستید یا کار میکنید که احتیاج به آفیس دارید، درسته؟ نه،
من به ندرت استفاده میکنم از این لپتاپ چون قدیمیه. بله. الان احتیاج داشتم که یه نامه ای رو اپدیت کنم، اما متاسفانه هر کاری کردم مثلا سوال میکنه نیکل. بله بله متوجهم. بله، اولا یادآوری ما کنیم که شما هر کسی که دارای یک مایکروسافت اکانت هست، مایکروسافت اکانت همون ایمیلیه که از شرکت مایکروسافت دارید یا درست کردید، که به اینها ایمیل هایی که با @hotmail.com تموم میشه، @outlook.com، @msn.com و به خصوص live.com و با بقیه، اینا همه پلتفرم بر اساس پلتفرم های مایکروسافت است. و اگر همچه ایمیلی دارید، آیا شما ایمیلی از طریق هاتمیل یا آوتلوک یا اینا دارید؟ بله بله. شما وارد میشید به وبسایت outlook.com، در گوشه وقتی که لاگین کردید در گوشه بالای سمت چپ یک مربع کوچکی میبینید که از چند نقطه تشکیل شده، وقتی که روی اون بزنید، الان یک سالی است که کمپانی مایکروسافت ورشن ساده مایکروسافت آفیس رو از کلاود ورشن، یعنی نوعی که در کلاود در ابر هست، و به صورت کاملا مجانی در اختیار تمام کاستمرهاش قرار داره. بنابراین هر وقت که میخواید نامه رو بنویسید، اگر دانشجویی هستید، اگر جایی کار میکنید، تا زمانی که کار ساده میخواید کنید و کارهای معمولی و تکست های ساده میخواید بنویسید، به ایمیلتون رجوع میکنید، به مایکروسافت اکانتتون رجوع میکنید، در گوشه بالای سمت راست وب براوزرتون چند تا مربع، یه مربعی هست از چند تا نقطه رنگی تشکیل شده، روی اون که بزنید ورشن های ساده مجانی ورد، اکسل و پاورپوینت و وان درایو که یک هارد درایوی هست رو که حداقل از 5 گیگابایت مجانی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه به چندین گیگابایت و پولی میشه رو در اختیار شما گذاشتن. بنابراین هر وقت که خواستید از این به بعد نامه ای رو بنویسید که برای شما مهم هست، فقط کافیست به مایکروسافت اکانتتون وارد بشید، در گوشه بالای سمت راست وارد بشید، ورد یا اکسل یا پاورپوینت رو بزنید، اسم داکیومنت رو بدید و اون داکیومنت همیشه در ابرها خواهد بود. و اگر فردا پرواز کردید رفتید اسپانیا، اگر فردا پرواز کردید رفتید ژاپن، سوفلاتون میتونم بکنم و کردم، اما الان چون اونو ندارم میخواستم با این لپتاپ امکان بدم هر کاری کردم که مثلا بنویسم، حتی مثلا اون لغت رو بنویسم که اسم داکیومنت نه چیه؟ نمیشه، چون شما ورژن رو که باید پرداخت کنید که مایکروسافت آفیس رو اینستال کنید روی کامپیوتر، یا یک لایسنس کی که پرداخت کردید اونجا وارد کنید رو ندارید، ولی با لاگین کردن در اون اکانتتون در مایکروسافت میتونید این داکیومنت ها رو بنویسید. و وقتی که اونجا نوشتید و سیو کردید، اولا خودش سیو میشه اتوماتیک در بکراند. بعد داشتم میگفتم اگر فردا پرواز کردید رفتید ژاپن، ایتالیا، فرانسه، هر جای دنیا، بدون اینکه لپتاپتون با خودتون باشه، اگر پلیون دوستتون یا خواهرتون یا آشناتون لاگین کنید از طریق کامپیوتر اون به مایکروسافت اکانتتون، نامتون رو به هر حال خواهید دید و قادر خواهید بود که ادامه بدید، اون رو بنویسید یا پرینت کنید و یا در موبایل تلفنتون یا در آیپدتون یا غیره در طول مسیر هم میتونید اون داکیومنت رو ادیت کنید. ولی توجه داشته باشید که این ورژن ها مجانی هستند برای هوم یوزر، برای کسایی که خانوارهایی هستن که مثل شما که به صورت ساده میخوان چیز بنویسن. اگر کمپانی دارید اون موقع باید ورژن آفیس 365 رو بخرید و که پولی هستون. نه اینو فهمیده، اسمش چی بود اون اولین چیزی که باید برم توش پیداش کنم؟ ایمیلتون، وارد میشید outlook.com و لاگین میکنید با ایمیلتون و پاسوردتون، همون هاتمیل قدیم. بله بسیار خوب، حالا سعی کنم و مرسی خدا مجموعه خدا نگه. تا 2398 بفهمید لطفا. سلام، خسته نباشید دوجو فرزند. این همون مشکل هفته پیشه، من نشستم پای کامپیوتر برای که به فوش درکار وصل کردم وصل کنم کامپیوتر رو، هیچی نشد، کلی از این کنترل پنل کلی آیکون میاد بالا، همه هم وصله آی فرانک، ولی موفق نشدم یا نمیدونم نتونستم. در صورت شما باید یه موقعی زنگ بزنید که جلوی کامپیوتر نشسته باشین، سیما هم یه چی وصل باشه که آدم بتونه کمک کنه، وگرنه دوباره الان رو هوا بگیم دوباره شما باید برین و کلی زحمت بکشین و پیدا نکنید. حالا آیا برای شما امکان داره که لپتاپی چیزی رو
بیارید و به این سیستم وصل کنید و همون تست رو با یک لپتاپ انجام بدید، یعنی فقط کافی سیم ساوند کارت رو در بیارید وصل کنید به لپتاپ که ببینید کار میکنه یا نه، یا HDMI رو. HDMI چون آیپد بهش وصل میشه با آیکلود چیه، با اون وقتی به اینترنت وصل میشیم وصل میشه، بعد به قول من موبایل بهش وصل میشه، همه چی که USB از این پشتکارهای جدیده، 14 تا چیز داره، 14 تا خروجی ورودی داره. منتها واسه این قبل از اینکه این ویندوز 10 بذارم میتونستم انجام بدم، منتها این ویندوز 10 که آوردم شده. بله، البته توجه داشته باشید که ما در خیلی از اداراتی که با سیستم‌های سنسیتیو و حساس کار می‌کنن، مثل ادارات دولت و غیره، به هیچ وجه اینها رو و خیلی از شرکت‌هایی که کارهای پزشکی می‌کنن به این دستگاه‌ها سیستم‌های عکس‌برداری وصله، به این دستگاه سیستم‌های حساب کردن گروه خون وصله، از این داستان‌ها به همه رو گفتیم که هر، یعنی همه کار کردیم که این وقت ویندوز 10 اینستال نشه تا 100% همه کمپانیایی که هاردور دیولپ کردن مچ کنن سیستماشون رو با ویندوز 10. بنابراین ممکنه شما رو هم بشه حساب کرد جز این گروه که متاسفانه دستگاهی رو دارید که هنوز کامپتیبیلیتی نداره با ویندوز 10 و خب آخه چرا آقای فرانک چه چیزی خیلی داره؟ خیلی دستگاه هست در خیلی از ادارات، اصلا الان شما هر اداره برید هیچ اداری در سوئد هنوز به ویندوز 10 نرفته، به خاطر اینکه باید همه چیزا رو یک سال دو سال طول کشید تا تست کنن. ببینم مگه ایشون از دستگاهشون یه خروجی صدا رو نگرفتن دادن تو آمپلیفایر؟ آره ولی ایشون میگه که تصویر رو دارم ولی صدا رو ندارم. شما تا حالا با یک کابل، آها بعد این ممکنه این مسئله باشه، ترجمه داشته باشه که ورژن، به غیر از توضیحاتی که من دادم، ورژن های مختلف کابل های HDMI داریم. شما سعی کنید این دفعه که رفتید یه دونه HDMI کابل رو بخرید، بگید که من ورژن میخوام که 1.4 باشه و به بالا، 1.4، بله 1.4 به بالا، تست کنید ببینید HDMI کیبلتون رو عوض کنید ببینید شاید مسئله از اون هست. خب حالا اینجا آقای فران یه سوال دیگه پیش میاد، این کابل HDMI HDMI اینا مگه کابل خیلی حساسی نیستن؟ اگر من مشکل تصویر صدا داشته باشم، مشکل تصویر میتونم نداشته باشم مثلا؟ نه، کابل HDMI کابلی است که هم صدا و هم تصویر رو از کانالای خودش همزمان با های دفینیشن عبور میده و بنابراین مسئله به نظر میاد که از هارد ریسیورتون باشه. حالا بعد تست کنید دیگه. یه بار که جلو کامپیوتر بودین زنگ و جلو اون چیزی نبودین. فقط سوال آخر خیلی سریع، من اگر این دلم از توی گارمتیون رفته بیرون، الان حدود 7-8 ساله گرفتم ولی چیز مدل خیلی بالاییه و شرکت گرفته بودم، اینو سپورت میکنه؟ یعنی به من کمک میکنن یا نه؟ معمولا وقتی که از کمپانی مثل دل یا هیولت پکارد یا لنوو یا بقیه یا اچ پی کامپیوتر می‌خرید، باید باشون ساپورت اگریمنت و قرارداد ساپورت داشته باشید. از اون 7 8 سال پیش تا حالا اینا 5 دفعه وده عوض کردن، چی جدیده؟ دست گلتون بود. قربان شما، موفق باشید. رئیس اونا یه دور اپل داره به شما نمیگه حالا. خدا نگهدارت، پیروز باشی. آقا میز ایستونا میشه شما سیگه اذیت نکن، تبریک نکن. 98843 بفرمایید. سلام، خسته نباشید. قربان شما، بفرمایید. من یه سوالی برام پیش اومد، یعنی یه مسئله کنسیگی برام پیش اومده بود. راحت باش. دولت نت اومده بود پایین قبل از اینی که این مسائلی که برای نت پیش بیاد و پیام بالا سر سرور بیاد، بعد دستام خورد شد، رفتم توی اینه که انحتایی که به کامپیوترم وصل بود یا چیزایی که بود که نتمو چک کنم، کلن کدم دارم بش، ولی یه دونه کامپیوتر اصلا به کامپیوتر من وصل بود که آیکونش و همه چیم زده بود که توی سیستم من اصلا نبود، که من خیلی عصبانی شدم و اشتباهی که کردم آی پی آدرسشو بر نداشتم، درجه پاکش کردم. حالا این سوال برای من پیش اومده، آیا این امکان هست که من هک شده باشم و اون کامپیوتر دسترسی داشته به مدارک و دکومنت‌های من، یا اینی که شما اول توضیح بدید که در کجا رفتید و یک کامپیوتر شماره 2 رو در کجا؟ من رفتم توی نتورک کنترل پنل، نتورک، بله نتورک، و بعد تمام انحتایی که به کامپیوتر وصل بود رو چک کردم. بله. بعد توی اون آیکون اصلا یه کامپیوتر زده بود که به کامپیوتر من وصله. نه ببینید،
در اون سیستم به نتورکم. بله در اون همین رو خواستم بگم، در اونجا شما انهت ها و دیوایس هایی رو میبینید که به روی این شبکه نتورک وصل هستن از طریق اون راوتر، یعنی اسم راوتر میاد، اسم پرینتر میاد، بعد اسم اون هارد درایو ناس مثلا میاد، اسم لپتاپ خانمتون میاد، اینها میاد. حالا اگر بعد اونجا شما نمیتونید برید چیز رو از اگر پاک کنید، دیدنش رو در روی سیستمتون پاک میکنید و اون دیوایس هنوز روی اینترنت هست و کار خودشون رو انجام میده. شما رفتید و مشاهده و دیدن این دستگاه رو قطع کردید. بنابراین اگر در این سوالیست خیلی هم جواب دادنش خیلی آسونه هم خیلی سخت، چون این امکان همیشه هست که و اینجور، حالا نمیخوام بگم شما دوچاره این موضوع شدید یا این مسئله که شده به این دلیل، ولی فقط برای اطلاع بگم که به این DOS اتک ها یا حمله هایی که DOS به نام میگیم، اینا حمله هاییست که میان و از مدت ها قبل روی کامپیوتر افراد اپلیکیشنی رو اینستال میکنن که نه شما اون رو میبینید، نه میتونید لمس کنید و نه میتونید متوجه بشید، ولی به صورت لاتنت در سیستم است، ولی در موقع زمان مخصوصی میان و این رو پوینت میکنن به یک وبسایت مخصوصی یا یک شبکه نتورک مخصوصی و همزمان همه با هم، برای مثال یه دفعه ده ها هزار کامپیوتر همزمان شروع میکنن میرن به وبسایت، مثلا یک سایتی که باعث کلاپس کردن سرورها و خدمات دادن اون سایت میشه. حالا اینکه چه نوع شما دچار این هستید، آیا تو این سیستم نیستید، این رو ما نمیتونیم از این طریق چیز کنیم، ولی فقط بگیم که اون موضوعی که شما اونجا دیدید فقط دیوایس ها و کامپیوترهایی که روی نتورک است. حالا بعد ولی اما خیلی وقتا اتفاق میفته که یه نفر از همسایه‌های شما به دلیل اینکه شما درست، حالا شاید بلد نبودید مثلا میگم راوتر رو کنترل کنید و پاسورد و کد روی اون بذارید، خیلی وقتا کیس های من داشتم که آدمای دیگه به من زنگ میزنن از حتی از شرکت ها و میگن که همین مسئله هست، ما الان یکی از کارمندامون اومده گفته که روی شبکه‌مون دو تا کامپیوتر دیگه هم هست. بعد که به اونجا میریم متوجه میشیم که چون بلد نبودن و راوتر رو درست ستاپ کنن و سیستم وای فای پاسورد نداره، همسایه اومده و حالا آگاهانه یا ناآگاهانه وصل شده به راوتر خونه شما. همش آگاهانه است من. دقیقاً چون من پسورد ساده ای هم نه، توی پسورد تقریبا 11 رقمیه، یعنی امکانه اینه که مثلا به این سادگی باشه نیست، مگر اینکه اوکی یکی مثلا بهش داده باشه که خوب درصد من نیستم، یا اینه که یا به این راحتی مثل کدم دارم. از اینکه نوعهای مختلف آیدنتیفای کردن و ردیابی کردن اینجور سیستم ها هست و به دلیل اینکه اون دستگاهی که اومده و به روی نتورک شما وصل شده جزئی از شبکه نتورک شما میشه، شما اون دستگاه رو میتونید دیوایس رو روی کامپیوترتون ببینید. حالا اینکه چگونه این رخ داده؟ من راوترم عوض کنم بازم این مشکل دارم. بله من اگه راوترم کلا عوض کنم. نه عوض کردن راوتر که احتیاجی نیست، شما کافیه فقط با وای فای هم میشه، ولی از طریق یک سیم خودتون به راوتر وصل کنید، اسم نتورک رو عوض کنید، اسم پاسورد رو هم عوض کنید و قبل از اینکه این کار رو کنید در جایی در راوتر نوشته connected devices اون رو که بزنید تمام سیستم ها و دیوایس هایی که با راوتر کامیونیکیت میکنن اونجا لیست شدن و میتونید حتی سایت هایی هم که عبور و مرور شده از طریق راوت و نتورک شما به بیرون و تو رو هم در روی براوزر اون راوتر مشاهده کنید. کدتون و اسمتون رو فقط عوض کنید. خیلی هم فعلا خیلی عالیه. خواهش میکنم موفق باشید. فیرمور راوتر رو هم اگر بلدید حتما آپدیت کنید. تمام آپدیت ها داره یک آپراتینگ سیستمی هستن که معمولا اینها رو به اسم فیرمور میشناسیم که حتما باید حداقل بین یک تا دو بار در سال آپدیت بشن. بسیار مهمه. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خب ایشون قطع کردم. خب آقای فرانک عزیز چه خبر؟ میریم به کشور آمریکا و نگاهی داریم به جدیدترین آمار و ارقام کمپانی فیسبوک در شب گذشته که راپورت این کمپانی اومد و اطلاعات و آمار باور نکردنی رو داریم که ولی شنونده ای رو به خط داریم. بله اولیشون رو میگیریم. 2398 بفهمید خواهش میکنم. الو بعد کردن. اولا در شب گذشته کمپانی فیسبوک
یک سود 166 برابری نشون داده برای اولین بار. وقتی که اینجا میگیم 100%، اولا به این معناست که دو برابر، و اون 66 بنابراین بیشتر از دو برابر و نیم، یعنی 2.6 برابر سود نشون داده این کمپانی. و آمار دیگه رو داریم در رابطه با این کمپانی. یادآوری کنم که کمپانی فیسبوک به طور کلی برای اولین بار زمانی که مارک زوگربرگ که پایه‌گذار این کمپانی است وارد دانشگاه شد، در اوایل سال 2013 بود که بر اساس ایده‌ای که هیچ کس اون رو باور نداشت و همه به اون لبخند می‌زدن و این ایده رو به عنوان یکی از احمقانه‌ترین ایده‌ها می‌شناختن، در راهروهای دانشگاهی که درس می‌خوند، دانشگاه هاروارد، اومد و در اون چیزای همسایه‌ها رو می‌زد و میگفت که بیایید، من یه کدی نوشتم که یک برنامه و کدی نوشتم و این رو هم گذاشتم آنلاین و میتونید بیایید اسنویسی کنید، و که ما به جای که به همدیگه کاغذ رد و بدل کنیم و کی میخواد بره پارتی و قرار بذاره اینا، همه اونجا اسمشون باشه، که این کار رو کردن. و بنابراین اولین بار این شبکه در 4 فوریه سال 2004 خود سایت فیسبوک راه اندازی شد و داستان بنابراین از اونجا آغاز شد. و سرعت هم رو هم ادامه بدیم و برسیم به این که بالاخره بعد از همین داستان ها در 18 می سال 2012 بود که در اون شب که کمپانی فیسبوک به بازار بورس نزدک وارد شد، ارزش هر سهامی بود 38 دلار و در ظرف یک شب مارکت ولیو این کمپانی از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرد. و حالا میرسیم به شب گذشته که استاک کمپانی فیسبوک که متاسفانه الان یک 10% از امروز اومده پایین، رسیده همکنون به 120 دلار از 38 دلار و ارزش بهای کمپانی از 1 میلیارد دلار به 340 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده. و آماری داریم در رابطه با شنونده داریم، بله شنونده داریم، اول شنوندگان رو میگیریم بعد میریم. اول 98843 زنگ زدن، بفهمید خواهش میکنم. 98843 معذرت میخوام، من صحبت کردم وارد تونل شدم، قطع شد، به خدافظی نه خواهش میکنم، سپاسگزاریم از شما، موفق باشید، خدا, خدا نگهدار. 2398 بفرمایید. خسته نباشید، سلام میکنم به شما و مهمانتون. من یه سوال دارم، شاید یکم عجیب باشه، ولی من یه مشکل دارم با موبیل همسرم. ایشون وقتی به من زنگ میزنه و اسمس میده، اول که زنگ موبیل من زنگ نمیخوره، بعدش هم بعد از 1 ساعت یا 20 دقیقه یا یه مدت بعدش میستد سمتالش میاد و من میگه که نفر به زنگ زده. ولی وقتی میرم تو خونه امتحان میکنیم موبیل همون کنار هم دیگه، زنگ میخوره و هیچ مشکل نداریم. مال چه اپراتوری هستین؟ دو تا اپراتور تره هستیم ما و تلفن نوار کردم تره و اینترنت بولاگ با تره اون دیگه شدم رفت. حالا آره دو تا اولیکا هست و هر دو اپل هستن آیفون، درسته؟ نه، یکیش سونی هست و یکیش هم اپل آیفون. آقا زادی خیلی جالب شد، چون معمولاً این واقعه با تلفن‌های آیفون رخ میده زمانی که هر دو نفر با یک اپل آیدی در تلفن‌ها وارد شدن و اون ستینگ‌های مسیج رو اشتباه تنظیم کردن، ولی ایشون یک پلتفرم اندروید داره و یک پلتفرم بعد ببینم خانومتون وقتی به شما زنگ می‌زنه این اتفاق می‌افته یا وقتی شما به خانومتون زنگ می‌زنید؟ وقتی خانومم رو من زنگ می‌زنه، همیشه هم شکایت می‌کنن، میگن چرا جواب نمی‌دی. خب ببینم، دو حالت داره، یا اشغال میزنه برای اون، یا اینکه زنگ میخوره. ولی من ببینم شما اون شماره خانوم و اسم خانوم رو تو تلفن بوکتون دارین یا ندارین؟ بله دارم. ببینید یک کاری بکنین، برین توی ستینگ تلفنتون. آخه بله، بعد که رفتین توی ستینگ، برین روی عکس تلفن فشار بدید. بله. بعد اونجا یکیش هست نوشته، اجازه بدین، اونجا که بلوک میکنه سامتال رو. نه بلوکه را، ایدنتیفیه را، اوک بلوکه را سامتال. اون تو هم نبود اسمشون؟ نه بلوکه را نشده، اونم نگاه کرد.
فقط وقتی اوشون به من زنگ میزنه مشکل هم تلفن منو جواب میده، ولی من نمیتونم تلفن اونا رو داشته باشم. به بقیه همزمان یا قبلش و بعدش به هر کس زنگ میزنه اوکی هست، فقط به موبیل من که زنگ میزنه مشکل داره. بنابراین خانومتون به هر کس دیگه زنگ بزنه این مشکل نیست، فقط به شما زنگ بزنه این مشکل هست. الو، مثل اینکه رفتن تو تونل بان. خب حالا مسئله نیست. آره آقا، خیلی مسئله جالب بود دیگه، به خاطر اینکه معمولا این رو ما قبلا شنیدیم در رابطه با همونطور گفتم تلفن‌های آیفون به دلیل تنظیمات غلط سیستم‌های فیس تایم و آی مسیج. ولی یعنی این دو نفر با یه تلفن با یه ولی ایشون باید که هر دو چیز مختلفن، شرکت مختلف. خیلی جالبه، چی ممکنه باشه این مسئله؟ میگم دیگه ایشون ولی ایشون گفتن که وقتی که میره خونه احتمالاً، چون هر دو تلفن احتمالاً در یک وای فای در یک وای فای هستن، درست کار میکنه. حالا شاید ایشون بهتر باشه اسم خانومو با تلفن خانم از تلفن بوکش پاک بکنه و دوباره مجدداً بزنه. دقیقا. شاید یه چیزی بوگین وسط بوده. آپدیت کردن و ریسیت کردن موبایل و این داستان ها. خب 2398 بفهمید لطفاً. درود بر شما آقای آزادی. درود بر شما. درود فراوان بر شما. درود به شما. من شما اول قول میدم که دیگه راجع به ویندوز 7 صحبت، ویندوز 10 صحبت نکنم. دیگه پرفکت بودم من. همیشه آقای فرانک کمکم کرده. آقای فرانک، مشکل سوال من نمیاد. چرا قربان، خیلی هم خوب میاد. آقای فرانک، من ایج 7 دارم. گالاکسی ایج 7. بله. که جدیداً خریدم. قبلا مثلا ایج 4 که داشتم یا 5 که داشتم، ایج که نه، ویندوز سامسونگ 4 یا 5 که داشتم، خب صفحات مختلفی داریم دیگه، 1 2 3 4 5 هم داریم. من میخواستم اگه یک ایکون رو از صفحه 1 ببرم روی صفحه دوم یا صفحه سوم، انگشتم میذاشتم و میکشیدم میبردم. ولی این الان با سامسونگ ایج 7 نمیشه. یعنی من مثلا فرض کنیم یک ایکونی دارم، نمیخوام توی صفحه اولم باشه، دارم میخوام روی صفحه مثلا چهارم باشه، در حالی که پایینم اون 4 تا نقطه هستش که من 4 تا صفحه دارم. بله. وقتی انگشتم میذارم روی اون که در صفحه یک هستش و میخوام بکشم روی صفحه 4 که بره تو صفحه 4، نمیره. این مشکل چی هستش؟ بله. آیا شما وقتی که انگشتتون رو نگه میدارید روی اون آیکون، بله، شروع به لرزیدن میکنه برای بردن؟ نه. یا اینکه اصلا هیچ اتفاق نمیفته؟ آیا هیچ اتفاق نمیفته؟ یعنی اصلا تأثیری نمیذاره که حالتی که اینکه حالا میشه اینو برد و اینا، درسته؟ نه درسته کاملا. بله. و با هیچ آیکونی نمیتونید این کارو کنید؟ نه دیگه، من میتونم بگم. بله. تمام آیکون ها همینطوره. مثلا من بله. یک سری چیزایی دارم که توی صفحه اولمه، من دلم میخواد مثلا این صفحه دوم باشه یا صفحه سوم باشه. تقریبا روی خیلی چیزهای دیگه هم اینو امتحان کردم. مثلا بله. فرض کن اگه آیکون عکس داشتم میخواستم برم صفحه 4، آیکون نمیدونم فرض کن موزیک داشتم میخواستم برم صفحه 3، اینا رو امتحان کردم برای خیلی از آیکون ها، ولی هیچ کدوم اینا بله. شما همونجا صفحه خود تو خودش میمونه، در حالی که توی سامسونگ 4 و 5 که من داشتم، اونا رو قشنگ وقتی دستم میذاشتم پایین که به حساب اون نقطه‌ای که مشخص بود که من چند تا صفحه دارم، هر کدومی که میکشیدم میبردم اونجا. بله بله. شما این کار کنید، شما به قسمت ستینگ ها برید و به قسمت دیسپلی برید، احتمالاً در اونجا چون فانکشنی هست که میتونید جابجایی آیکون ها رو و تعویض جای آیکون ها رو در این سیستم قفل کنید و ببندید که نتونید این کار کنید. شاید شما یا به یه طریقی این مکانیزم اکتیو هست و اینو میتونید خاموشش کنید. درسته درسته، به احتمال حتما به این صورت شده که این قفل هست الان. بعدم که سعیم میکنم این کار بکنم، من سعیم میکنم. من بعد جناب آقای فرام میتونم یه خواهش از شما بکنم؟ بفرمایید. خواهش میکنم، من اینو دفعه قبلا گفتم، لطفا وقتی که برنامه‌تون تموم میشه و جناب آزادی میگه خب شما بیشتر از 2 دقیقه وقت ندارید، اون آخ آخو بکنید شما. آخ 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 قربان گوش کنین، 2 دقیقه دیگه قرار همین آخ آخو بکنید آقای آزادی. درصد با سپاس از شما قربان. اون آخ آخ راجب وضعیت تکنیک و دانش و یه سری وضعیت‌های دیگه است. اون آخ آخ از اونجا میاد. در فرانک جان شما 2 دقیقه بیشتر فرصت. نه راستی یه شنونده داریم. دوست عزیز جانم بفرمایید، خواهش میکنم. سلام جناب آزادی، خیلی شما سپاس میکنم. بفرمایید. این آقایی که قبل از ایشون، قبل از این آقای آخاخ زنگ زدن،
که فرمودن که مشکل دارن وقتی خانومشون تماس میگیرن، دقیقا همین مشکل برای من اتفاق میفته که من به شوخی به شوهرم میگم فکر کنم موبایل تو طوری تنظیم کردی که فقط جواب تلفن‌های منو خب نده. یه سوال ازتون کنم، شما مال چه اپراتوری هستین؟ من سامسونگ، من تلتویم هر دو. خب بعد تلفن‌ها جفتش یکیه؟ نه، ایشون آیفون دارن، من سامسونگ دارم. بعد وقتی میان تو تا وارد خونه میشن یهو که موبایل از تو جیبشون در میارن نگاه میکنن تق همون لحظه اسمس من میاد، همون میان تو یه وایفای زنگ میزنن بلا فاصله اشغال میزنه. بعد یه مدتی ایشون بفرمایید یه فانکشنی در تلفن های آیفون هست بله. که شما میتونید بگین که تلفن هایی که مثلا در سری تلفن های همین توی کاتالوگ من تو همون دفترچه تلفن من هست اگه زنگ زدن اینا بله. کار نکنه، یعنی اشغال بزنه. من دلسته. احتمال میدم که یه همچین اتفاق. من از شما خواهش میکنم اینو حتما به ما هم زنگ بزنید بگی، از شوهرتون خواهش بکنید که تلفن شما رو تو تلفنشون پاک بکنن و مثلا اسم شما مثلا اسم شما چی هستش ببخشید؟ سونیا، خانم سونیا. لطف کنم مثلا بنویسن سونیا یک، اوکی؟ بله. و دوباره شماره تلفن شما رو هم بدن توش و ببینید آها. آیا این اتفاق مجددا میفته یا نه. اگر افتاد یا نیفتاد لطفا کنید به من خبرشو بدین و من قول میدم دنبال اینو میپیرم و از حتما اینو سوال خواهم کرد. و شما فرمودین ایشون اسم منو یه دور پاک کنن از تو موبایلشون، اسم و تلفن شما رو پاک بکنن، همه رو پاک کنن، بعد به شماره یه یک اضافه کنن. بله، مثلا بذارن یک سونیا یا سونیای یک، متوجهی؟ به یه اسم جدیدی و شمارتون رو بدم ببینین آیا بازم این اتفاق میفته یا نمیفته. بله، خوشحال میشم ما رو حتما با خبر کنید. متشکرم، سپاسگزارم. و خانم یه سوال، سوالی از آیا کسی از شما با شرکت تری کار میکنه؟ نه تلتوبا بوده. به خاطر اینکه همونطور که آقای شما اشاره کرد شاید در گذشته این بوده که این است که شرکت تری یکی از کمپانیایی است که اومده و در زمانی که شما در خونه شاید در یه زیرزمینی باشید، شاید در یه اتاقی باشید که اون چیز نیست، وایفای سامتا رو گذاشته، تلفن‌ها رو از طریق وایفای عبور میده و میفرسته و ممکنه گفتیم شاید اگر تری باشه احتمالاً شاید خللی در این فانکشن است که برنامه‌ریزی اینم جوری نیست. پس اینو لطف کنید حتما این کارو بکنید، خبرش رو به ما بدین. سپاسگزارم ازتون. خیلی ممنون، مرسی. خدا نگهدار. خب آقای فرانک از شما تشکر میکنم به خاطر برنامه امروز. تموز آقا زادی 1001 خبر به جان خودم. اگه ماه سه شنبه ای هم این نیازمندی ها رو از بین بردیم، این دفعه هم اگه از بین ببرم دیگه یعنی پوست من کنده است به برنامه واقعی. مثل یک شنندی رو خط داریم؟ نه خیلی نداریم. سپاسگزارم فرانک جان، بدرود به شما شنندگان این صدا و برنامه. یک دنیا متشکرم. دوستان عزیز ما، با یک دنیا تشکر از تمامی شما عزیزانی که تا این لحظه در